سلام. چطوره؟ یه بیانیه خواستم. با سلام و درود به گاهان به ملت و هوشیار، خصوصا فعالین مدنی، حقوق بشر در ایران و خارج از ایران و دیدبان و دبیر کل سازمان حقوق بشر. من عادل کیانپور، یک زندانی امنیتی سیاسی ساقط شده در زندان مرکزی اهواز، که بعد از ورودم به ایران و تسلیم شدن خود به نیروهای امنیتی به صورت موازی در دو دادگاه محاکمه گردیده. اولی از شعبه 102 دادگاه صالح شهرستان پیرانشهر به اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض، حزب پارت آزادی کردستان، تبرئه، و در دادگاه انقلاب اهواز با اتهامات گسترده از جمله تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف، تشویش از آن عموم به قصد جنگ و برهم‌زدن امنیت کشور و هم و نگهداری دو قبضه اسلحه جنگی به خاطر دو تا عکس، آن هم خارج از ایران در شرایط جنگی، به خاطر دفاع از جان خود و مردم مظلوم اقلیم کردستان در برابر حملات پراکنده داعش بوده. در بعد دستگیری هم توسط مامورین وزارت اطلاعات به مدت 2 ماه در بازداشتگاه انفرادی مخوف نگهداری شده که شاهد برخوردهای خلاف و متون صریح قانون ماده 169 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 آیین دادرسی، بازجویی‌های از پشت سر به صورت چشم‌بسته، اعترافات با زور و شکنجه جسمی، ضرب و شتم و تهدید و آزارهای روحی و روانی که به مادر پیرم وارد کرده آن را مریض کردم، که در نهایت بعد از 2 ماه انفرادی به دستور بازپرس شعبه 12 دادگاه انقلاب اهواز به زندان انتقال یافته و حدود 1 سال به صورت بلا تکلیفی و بازداشت موقت در زندان اقدام به صدور وسیله هنگفت 2,250,000,000 تومانی بنده را ثابت نمودن که تنگ از این ایام را به صورت ممنوع ملاقات و ممنوع تماس بوده. در این مدتی که در زندان بودن دچار مشکلات خانوادگی شدن که همسرم از این اداره نسبت به اتهامات علیه بنده تحریک شده و با همکاری های لازمه در پرونده خانوادگی اداره اطلاعات نفوذ کرده و با ارائه گزارش اداره اطلاعات مجوز صدور طلاق و قاضی شعبه 1 دادگاه خانواده اهواز را صادر نموده. این هم زندگی هم را ویران کرده. در روند دادرسی انجام شده بارها از بازرسی کل قوه قضاییه درخواست ورود به پرونده را خواستار شدم. بارها از دادگاه درخواست وکیل تسکیری را طلب نمودم که متاسفانه بدون هیچ حمایت در دفاع از حق و بدون حضور هیئت منصفه به 2 حکم جداگانه بعد از 16 ماه بازداشت موقت به 3 سال حبس محکوم گردیدم. خطابم با جناب آقای رئیسی، واقعا این حقوق بشری هست که ازش دم میزنید؟ جناب آقای اوژه‌ای، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشوره میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگرده. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مثل من در محاکمی که رابطین با دادستان و بازپرس با دادستان و رابطین و در نهایت دادگاه با کل مجموعه همیار و همکار می باشد، یک متهم چطور می تواند در حق خودش دفاع کند؟ این گونه رفتارها را نم فراموش می کنیم همی بستیم از تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به اینچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودند را خواستاریم. آرزوی موفقیت.